اما در خصوص نگرانی ها از وضعیت سلامتی مولوی فتی نقشبندی قرار هستش که با آقای مهدی نخل احمدی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از تورین صحبت داشته باشیم. رسانه‌های حقوق بشری درباره وضعیت سلامتی نقشبندی مولوی نقشبندی ابراز نگرانی کردن. چه اطلاعاتی بیشتری داریم از شرایط او؟ سلام عرض میکنم خدمت شما. ببین تقریبا نزدیک به 6 ماه هست که هیچ گونه امکان تماس یا خبرگیری از اوضاع آقای نقشبندی وجود نداشت. این در حالی هست که شاید بازداشت شدگان امنیتی که خب شاید پرونده های بسیار بسیار پیچیده ای هم دارن، معمولا نهایتا تا 3 ماه در سابقه جمهوری اسلامی خانواده ها یا اطرافیان اون بیخبر بودن، اما در 6 ماه گذشته هیچ امکان دیدار، ملاقات و خبر و تماسی از طرف ایشون تا الان مشخص نشده. از دیروز خبرهای مبنی بر جان باختن ایشون در برخی از رسانه‌ها منتشر شد. حالوش و کمپین فعالین بلوچ اعلام کردند که برخی از منابع مطلع در واقع جان باختن آقای نقشبندی رو به دلیل شکنجه‌ها و ایست قلبی ایشون در بازداشتگاه تایید کردن. البته این خبر همچنان در واقع در دست بررسی هست. با توجه به سابقه ای که در حال جمهوری اسلامی خصوصا در سیستان و بلوچستان داشته، در چند وقت گذشته سپهر شیرانی که در بازداشتگاه به قتل رسید با آثار شکنجه بر بدن اون وجود داشت، و همچنین ابراهیم ریگی هم در چند وقت گذشته در بازداشتگاه جمهوری اسلامی جان خودش رو بر اثر شکنجه از دست داد، و همچنین عدم در واقع هیچ گونه واکنشی از طرف نهادهای امنیتی و خبررسانی، این مسئله در واقع یک مقداری خود این گمان زنی قوت گرفت که آقای نقشبندی احتمالاً به دلیل شکنجه جان خودشون رو از دست دادن. با توجه به اینکه چند سال گذشته هم آقای فتی محمد نقشبندی هم پسر ایشون عبدالغفار نقشبندی به دلیل در واقع یک اتهام دروغ بازداشت شدن و تجربه شکنجه روحی و جسمی که در اون زمان وجود داشته، در واقع همه این مسائل دست به دست هم داده که نگرانی ها رو در حال حاضر در رابطه با صحت این خبر افزایش بده. چرا، به چه دلیل فکر میکنید علت این بیخبر نگه داشتن خانواده و بقیه از وضعیت او رو چطور ارزیابی میکنید؟ چرا؟ ببین خب این مسئله در جمهوری اسلامی بسیار مسبوق به سابقه است. همین بیخبر نگه داشتن و همین در واقع عدم امکان ملاقات و در واقع تماس یکی از راه‌های شکنجه کردن چه بازداشت شدگان و چه خانواده اونها هست. به علاوه این که خب در چند وقت گذشته صحبت از این بوده که آقای مولوی فتی نقشبندی حالا بر اساس صحبت‌هایی که شده تحت فشار شدید در واقع اعتراف گیری بودن، مبنی بر اینکه نسبت به صحبت‌هایی که در جنبش زن زندگی آزادی کردن نسبت به مواضع پسرشون و برخی دیگر از مواضع باید در صدا و سیما صحبت بکنن و اونها رو محکوم بکنن. این شرایط خب به هر حال طبیعتاً ممکنه شرایط ایجاد بکنه که این مسئله ادامه داشته. سپاس. مهدی نخل احمدی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی تورین.